ҳамада салом дӯстон, бо шумо мисли ҳар вақта канали Майдон TG. Имрӯз ман барои шумо хабарҳои муҳим ва шавқвари имрӯзаро ҷамъ кардам. Пеш аз ин видеоро сар кардан мехоҳам Айниддин Шарбатовро табрик гӯям, ки аввалин шуда ба саволи мо ҷавоб дод. Агар ту нисхои паго дар видеои мо афтӣ, дар коментарий навис, кадом бозингар қиматтарин дар таърихи Реал мебошад. Хотиррасон мекунем ки спонсори ин видео компанияи AdinXBet. Дар инҷо коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро меёбед. Силкаш дар комментария. Инчунин агар бо промокоди Майдон регистратсия кунед, барои аввалин пардохтатон 5000 рубл бонус медиҳанд. Ҳамлагари Реал Мадрид Гарет Бейл мақсади тарк кардани дастаро надорад. Бозингари 29 сола тайёр аст дар даста монад. Ба он нигоҳ накарда ки тренер Зинедин Зидан ба ӯ боварӣ надорад. از روی خبر AS گیرد و اطرافان بیل این خبر را تصدیق کردند، گفته بیل این تابستون رئال را انیق ترک نمی کند. در سیزن انجام شده لا لیگا بیل در 29 بازی 8 گل زده و 3 اسیست داده است. باواریا با پولزشنیک منچستر سیتی لیروی سانه جیدان هواسمندی پیدا کرد. از روی خبر The Garden دسته میونخنی با سیتی برای خریدن بازینگر 70 میلیون فونگ پیشنهاد میکند. خاطررسان میکنیم که در راهبری گواردیولا سنه در سصف اساسی کم به میدان میبراید و دسته زید نیست که از او جدا شود. پیش پریزنتی باواریا اولی خیمز گفته بود که دسته در حقیقتن به بوزینگر 23 ساله نمیسی هواسمندی دارد. کپیتانی ریال سرخیو راموس میتواند دسته را ترک کند. از روی خبر ال چیرینگویتو بازینگر اسپانی میخواهد در درجه اولی بازی کند، ولی با او همه این نو هم دیگر فهمیه که در درون دسته رخ داده ایستاده است معقول نیست. با بازینگر دیر بود است که منچستر یونایتد و PSG هواسمندی دارند. دسته ها اوکی برای خریدن راموس به ریال شرطنامه پیشکش کرده بودند، ولی دسته ایشونا اون پیشنهادهایشان را رد کرده بود. ولی چخیله که مقاله مارکا خبر میدهد این مراتبه همش میتواند عوض شود. راموس تو حال در این بوره فکرهش رو بیان نکرده است، برای همین رهبریت ریال مقصد بوزینگر رو نمیدوند. یوونتوس خیلی میخواد غالب لیگ چمپیون ها شود، اما برای این رو عملی گردوندن یک رونالدو کفایه نیست. رهبریت دسته تورینی با قرار آمدن که ترنر اساسی رو عوض نمویند. ماسیمیلیانو آلگرو خارج کردن، با اون نگاه نکرده که او 5 مرتبه چمپیون ایتالیا، 4 مرتبه غالب کوبک ایتالیا و 2 مرتبه سوپر کوبک ایتالیا شده بود. اولا تورینی ها نقشه اون رو داشتند که آنتونیو کونته رو دعوت کنند، اما ترنر آلاکای با اینتر شرطنامه بسته است. دیروز همه مقاله های ایتالیایی خبر دادند که از سیزن آینده یوونتوس رو پپ گواردیولا راهبری میکند. ژورنالیست فدریکو جنارلی در تویترش خبر داد که نمایندگان ترنری اسپانی با دسته گفتگوزار گذراندند و به روزیگی آمدند. با گفته جنارلی گواردیولا رسما 4 ایون به یوونتوس میگذارد. بعد این خبر اوزه ها پیدا شدند که گویا حملگر یوونتوس کریستیانو رونالدو به رهبریت جوزه مورینیو را پیشنهاد کرده بود، اما سپیسیالیست پرتغالی درباره این خبر فکرش را بیان کرد. من هیچ وقت یوونتوس رو رهبری نمیکنم، برای اون که من به دیگر دسته ایتالیایی دل بستم. سخنهای مورینیو یک بار دیگر تصدیق کردند که غیر از گواردیولا برای ترنر شدن یوونتوس یکم داوطلب دیگر نیست. شوخوارش داوید که اگر پپ در حقیقتن با یوونتوس گذارد، در این حالت یگانه ترنر می شود که هم با مسی و هم با رونالدو کار کرده است. شما چی فکر دارید در این باره؟ حتما در کامنتاری نویسید. با همین ویدیوی ما با آخر رسید. اگر اولین بار در این کانال باشد حتما آبونه شوید که از ویدیوهای آینده ما خفا نمانید. رحمت که این ویدیو را تا آخرش تماشا کردید. خیر.